این واکترو از طرف دیجیتال فکتوری به شما تقدیم میشه، یک گروه تلگرامی که در زمینه انواع خدمات فروش بازی‌ها فعالیت میکنن. اگه دوست دارید بازی‌هایی که توی امیر گیم شو بازی میکنیم مثل دراگونز دوگما، رایز آف دی رونین و حتی بازی‌های خاصی مثل پاسیفیک درایو رو با قیمتی مناسب و با استفاده از اکانت‌های ظرفیتی قانونی تجربه کنید، میتونید از لینک در توضیحات همین ویدیو نگاهی به قیمت‌های دیجیتال فکتوری بندازید. سلام، خوش اومدید به امیر گیم شو و بالاخره واکتروی دراگونز دوگما 2. بله، بازی که واقعا از لحظه‌ای که معرفی شد، من خب از قدیم که نسخه یکش اومده بود، موقع خیلی کوچیک‌تر بودم، شاید سختم بود بازیش کنم، یه مقدار بازیش کرده بودم، ولی همیشه تو ذهنم بود که این چقدر بازی عجیب و غریبی بود و چرا کپکام دیگه بر نمیگرده بهش. و خب کپکام در سال 2024 برگشته به دراگونز دوگما و ما هم می‌خوایم حالا شیری بزنیم در این دنیا، بریم غرق بشیم و ببینیم قضیه دراگونز دوگما یا آیین اژدها چیه. بازیش بچه‌ها بازیه که نقش آفرینش خیلی متفاوته با چیزهایی که این روزها دیدیم. به قول کارگردانش میگه از وقتی نسخه یکش رو ساختم من دیگه هیچ بازی دیگه باز نکردم، مستقیما هم شماره دوش رو ساختم. خب بنابراین از همین ابتدای راه بایستی اگر بازی رو حالا چه از اسپانسر من گروه دیجیتال فکتوری میخرید چه خودتون خریدید، هر جوری که هست، قبل از اینکه وارد بازی بشید تو ذهن خودتون اینو چیز کنید که من میخوام وارد این دنیای این بازی بشم، رفته رفته 7-8-10 ساعت شاید طول بکشه که قواعدش رو یاد بگیرم، ولی مطمئن باشید قواعدش رو که یاد بگیرید ازش لذت میبرید. با هیچ گونه پیش‌ورز و پیش انتظاری نرید داخل این بازی. این نه الدرینگه، نه نمیدونم دارک سولزه، نه زلده، هیچ کمه اینا نیست، این دراگونز دوگما 2 که میخواییم با هم دیگه چیزی رو زنیم دنیاش. منم سعی میکنم توی این واکترو تا جای ممکن مکانیک های مختلف رو توضیح بدم، تو زمان بندی ها دقت کنید، یه جایی که نوشتم توضیح مکانیک فلان آپگرید فلان، خب اینا برای اینه که راهنمایی کنم بهتون که بتونید چیز کنید، چون اوایل بازی معمولا این کارو میکنم ولی دیگه میانه های بازی دیگه همه کارا رو نشون نمیدم. پس همین قسمت های اولی اگه دوست دارید بازی رو ببینید مکانیکاش چجوریه، به زمان بندی ها حتما دقت کنید که هم تو توضیحات هم در کامنت ها. اما دیگه بیشتر از این توضیح ندم، بریم و با هم دیگه این سفر و ماجراجویی که میدونم خیلی هیجان انگیز خواهد بود رو شروع کنیم. خب دراگونز دوگما خوش اومدید. نکته جالبی که این روزا میبینم خیلی بهش اشاره میکنه اینه که بچه‌ها توی منوی بازی دراگونز دوگما 2 ننوشته، بنابراین این بازی رو شما یک ریبوتی برای نسخه اول پیش بیتیزش کنید. خودشون هم گفته بودن که ما این چیزی که الان تو دراگونز دوگما 2 ساختیم در واقع اون چیزی بود که می‌خواستیم تو نسخه اول بسازیم. خب حالا بعد بریم چه ماجرا دیگه، بعد بریم شروع کنیم با هم دیگه. قرار است که شروع کنیم. خب همونجور که بهتون گفتم یه مقدار با تاخیر بازی رو داریم تجربه می‌کنیم، ولی کمک کرد که چند تا گزینه به بازی اضافه شه و اون گزینه اینه که قبلا فقط شما می‌تونستید فریم ریت رو ورایبل بود. یعنی چی؟ یعنی یه جایی بالای 30 فریم می‌شد، یه جایی زیر 30 فریم می‌شد، هیچ وقت به 60 فریم نمی‌رسید، ولی بعضی جاهاش نرم می‌شد. خب اون برای من اذیت کننده است. من ترجیح می‌دم بازی قفل باشه روی 30 فریم یا 60 فریم باشه که واقعا انتظار من این بود که باشه، ولی خب نیست دیگه، چیکارش کنم؟ برای همین میذارمش روی 30 فریم که بازی قفل باشه روی 30 فریم. حالا اگه باشه ولی ری تریسینگ و اینا رو آف فریم کن، اونها تاثیر نداره بچه، اونها هم باشه بهتره. سیو هم میکنیم. خب چی نوشته؟ من نمیفهم. خب مهمانان شریف، چند لحظه گوشهاتون رو به من قرض بدید. خیلی وقته که سرزمین ما برمان سختی کشیده، حالا که هیچ پادشاهی نداره که خودش به مردمانش رو هدایت کنه. دهها گذشتن از زمانی که اولیا حضرت ما ارلان بر روی این تخت پادشاهی نشست. ما زمانهای زیادی رو تحمل کردیم ولی به پایان نرسیده این دوران سخت. اما در نهایت زنگوله ها به صدا در آمدند.
در نهایت ما می توانیم آمدن پادشاه به حقمان را جشن بگیریم. بازگشت یک ساورن. ای پناه بر خدا، عجب چهره ای. آلیا حضرت، من تا آخر عمرم به شما خدمت خواهم کرد. اعلی حضرت ها، ما خیلی منتظر شما بودیم. بالاخره یه پادشاه برای ورمونت پیدا شده. نظارگر کنون باشید. شما اینجا جانشین تخت پادشاهی درکن را خواهید دید. نگاه کنید و لذت ببرید. بالاخره سرنوشت به ما رو کرده. باشد که فقط ساوران ما را هدایت کند و به سمت خوبی ها ببرد. درود بر ساوران. بذارید همه آنهایی که اینجا هستن بیعت کنند با این ساوران. بیایید که به افتخار ساورینمون که سخته ما را پایان خواهد داد بنوشیم. آریزن، آن کسی که دراگون را میکشد، اگه میخواهی حقیقت واقعی این دنیا را ببینی و هدف خودت را رها کنی، قلبت را دور بینداز و جونت را با هم، قلب و جونت را با هم بنداز دور. من از تو میخوام که ارادت را نشان بدی تا مسیر سرنوشت را تغییر دهی. حالا اینم با اون سیستم عجیب غریبی که داره صحبت میکنه، اینجا معدن یه چیزیه، معدن استخراج یه چیزیه. چقدر بد از دوال سنس استفاده کرد، یعنی همش دسته قیق قیق قیق. چقدر فاجعه بار استفاده کرده، فاجعه بار. یعنی الان 5-6 سال بود ندیدم کسی این شکلی استفاده کنه. اصلا نمی کرد بهتر بود. مثلا میخواد قدم ها رو منتقل کنی، چیه تق تق تق. بعد برم آفش کنم، اینجوری عصبانی میشم بدتر. اه؟ چی؟ الان میتونیم کاراکتر انتخاب کنیم؟ خب بگو ببینم کدامتون بودید؟ خجالت نکشید، من بایستی اسم و چهرتون رو مشخص کنم. زود باشید بیا جلو. خب میتونی یه زندانی که اینجا هست رو انتخاب کنی، یا یه زندانی که یکی از اینا که اینجا هست رو عنوان پیش‌فرض خود انتخاب کنی، یا نه یه دونه از این رد و پوشا رو انتخاب کنی بعد بری کاراکتر خودت بسازی. ببین اینا خودش چیه چی هستن. Is it you? No. It is hard to say. If the pawn I'm looking are you the one then? Ah, این بود. Speak up you good for nothing pawns. Which of you is it? آه چه عجب غریبی. Is it you? No. من پیشنهادم واقعا اینه که هر کسی بخواد مرد انتخاب کنه اینو انتخاب کنه. بله بذاریم اونو که خودمون ساختیم. چی بود؟ مثلا یادم نمیاد چی ساختم. فکر کردم میشناسم. بریم کیه؟ بریم خودمون بسازیمش. خب میتونید نژادهای مختلف انتخاب کنید. مرد من انتخاب میکنم، اون جونوره رو نمیدونم چیه، برای همین الکی انتخاب نمیکنم. از نظر قد من قدم بلنده واقعا، برای همین قد بلند انتخاب میکنم. حالا چهرهش پس اونی که من ساختم چی شد؟ فکر کنم چون برنامه رو پاکش کردم اصلا نیومد. ببین بعد قدمو بریم بالا، اینو بعضمون زیاد میشه. 112 نه بگم دقیقاً درستش همینه. من آقا قدم 193، بعضی هم 95 90 اینجوری مثلا باشه. واه آی چقدر خنده‌دار. زنی نگاه کن. آره مثلا هیچ توی مایا هست. این او تاثیر میذاره رو وزنمون، بزن تو کجا تاثیر نمیذاره.
ببین الان تحصیل نمیذاره هر جا رفت وزن اون بالا بعد دیگه نزنیم. نه اینجا وزن اون میره بالا، نه وزن اون همین. وای یه قنبال گنده. نه خب بچه ها واقعیتش اینه که من هر چی که با این سیستم شخصسازی این ور میرم اون چیزی که دلم میخواد رو نمیتونم در برم، برای همین اونجوری همش ذهنم درگیره. من دوستم بک بدم خب و بیام اینجا اینو انتخاب کنم. این کاراکتریه که تو همه تریلراش بود، من با این راحت ترم که بدونم دارم در نقش یک کاراکتر دیگه بازی میکنم تا اینکه اونجا زور بزنم کاراکتری درست کنم که همش تو ذهنم بشه آخ اونجاش کاش اونجوری کردم. نه آقا این همینی که هست. آره اینجوری راحت تره. حالا چیزی که مهمه وکیشنه یا کلاسی که ما انتخاب میکنیم. یک کلاس داریم به اسم کلاس فایتر. میگه فایترها دشمنهاشون از نزدیک باهاشون میجنگن، شمشیر دارن و سپر. اونا بسیار ضربات قدرتمندی میزنن و ضد ضربات هم بهشون اجازه میده که دشمنها رو خیلی راحت شکست بدن. این شمشیر زن. بعدیش تیر کمان زنه. تیر کمان زنها تیر کمان رو دارن. دشمنهاشون میتونن از دور بزنن، تیرهاشون به سرعت میتونه دشمن رو پیدا کنه، نقاط ضعف دشمن رو پیدا کنه و مسیر مبارزه رو تغییر بده. اینم تیر کمان زن. حالا جادوگر. جادوگر میج معمولا به جادوگر مرد میگن دیگه. حالا من نمیدونم میج و سورسرس چه فرق با هم میکنن. این نکته هم پایینش نوشته. شما در جلوتر میتونید باز تغییر بدید کلاستون رو. خب پس چیزی که دوست دارید رو انتخاب کنید. جادوگرها از این چوب دستیشون استفاده میکنن و جادوهای مختلف میدن. اونا انچنتمنت و چیزهای تقویتی میتونن انجام بدن و به بقیه اعضای گروه میتونن کمک کنن. در نهایت دزد رو داریم. دزدها با دو تا دونه خنجر وارد ماجرا میشن، سریع هستن و به این سرعتشون بهشون کمک میکنه که گارد دشمن رو به آسانی بشکنن. خب حالا ببین اکثرا احتمال میدن فایتر رو انتخاب میکنن دیگه، شمشیر زن رو انتخاب میکنن دیگه، بعدش تیر کمون زن برای راه دوره. خود من خیلی توی مدتی که بازی اومده بود ویدیوهای مختلف دیدم اکثرا گفتن میج انتخاب کن و من در یعنی جادوگر. این یه سری ویژگی‌های قوی ترین کلاسشه و میتونه دست خودتون باشه، کارهای جالبی باشه انجام بدید و در نهایت به اون نکته اصلی بازی که جستجو تو محیطشه این میج خیلی میتونه کمک کنه و مبارزات تو از دور نگاه میکنه و اینجور چیزا. من تو ذهن خودم نقش آفرینی کردم این بود که من یه میج جوانی بودم که داشتم زندگی میکردم و یه دفعه زندگیم میکردم ولی خیلی هم حرفه‌ای نشده بودم. بعد رفته رفته چون همیشه تو ذهن خودم بچگی گفتم من اصلا هیچ وقت به این فکر نمی‌کردم برم ورزش کنم، تمرین کنم، شمشیر زن بشم، برم تیر کمون زن بشم، دزد بشم مثلا اینا. همیشه دوست داشتم جادوگر بشم، یه هری پاتری هم دیگه من دیگه، یه جادوگر بشم از دور نشونی به قولن جادوها رو بزنم، یه آتش بزنم اینا. این از نظر نقش‌آفرینی تو ذهنمه. با این من شروع می‌کنم، شما هم هر چیزی که دوست دارید شروع کنید. بریم جلو، میج انتخاب می‌کنیم. ایجمون که یه بار انتخاب کردم اول بازی، بیا یه بار دیگه انتخاب کنیم. اسمون ارایزن، اسمون بله خواهر امیر میسید. بکنم این اسمه که تو بازی صدا ما میزنن امیریتوس بکنیم خودمونو امیریتوس. اسم تو این بازی بازی صدا دیگه چه چیزایی داره باراک و بابا. بای چقدر خنده دار شده. بذاریم چه اسمای مسخره‌ای توش داره. کم دوربین، اسم یارو دوربینه مثلا. کاترین که اسم زنه. دارت دیوید. اگه اینجوری باشه که اسمونو واقعا صدا بزنن تو بازی خیلی باحال میشه. اصلا نگاه کن اسم عجب. ماکوتو مگنوس، نه بذار اون امیریتوس رو انتخاب کنیم. من امیریتوس هستم، خیلی باحال میشه مثلا. یه بار نمیشه صدامون بزنیم چه شکلی میشه. من جادوگری از ورموند امیریتوس 30 ساله وارد ماجرا میشم. بله. از اون قیافت خوشم اومد. Most of your kind have eyes blank as a cadaver's. Mayhap 'tis only natural, seeing as how you rise from the dead.
میگه اکثر شما قیافتون همین شکلیه، به خاطر همینه، شاید به خاطر اینکه از مردگی زنده میشید این شکلی میشید. چی داری میگی الان؟ There's aught different about you though. ولی یه چیز متفاوتی در رابطه با وجود داره. نکنه تو هم به اندازه ما مورتال ها و میراها از مرگ میترسی؟ نگران نباش، سه روز اینجا باشی آرزو میکنی که بمیری. Come along, you feckless dullards. بیا آشغال کله. اون که با مسیر بازی بچه ها میرم جلو، اصلا چیز نمی کنیم، نه خودمون سرمون نمیزیم پایین، مسیر خودمونو میریم، نه هیچی، هر چیزی بازی بهمون گفت انجام میدیم. به شما پیشنهاد میکنم 7-8-10 ساعت ابتدایی رو همین کارو بکنید و اینجوری یه چیزی میبینید ول نکنید برید سمتش، همینجوری ببینید بازی ازتون چی میخواد. الان ما داریم کجا میریم واقعا؟ ما از توی یه دونه زندان توی یه دونه معبد بلند شدیم. وای اون چیه؟ سوراخ، محل معدن. آشغال کله، چی به سرت زده؟ زود باش را بیافت. واقعا خیلی وقته کپکام بازی این شکل نساخته. زخمات درد دارن برات، دعا کن، زیادی به خود فشار نیار. حالا یعنی چی؟ اینجا جای آدم های آشغال کله مثل تو نیست، اینجا خیلی سخته. حتی ما پانها هم تا سرحد مردن به اون فشار میاد. فقط حواست باشه که اون آقای شلاق زن رو ناراحتش نکنی وگرنه نابود میشی. حالا تو چته؟ تو چرا پاچه خاری میکنی؟ جاگ یعنی چی؟ دویدنش هم تو دست جلو بدن؟ بس با هم یارو بریم جلو بریم چی میگه؟ امروز روز سختی بوده، به نظرم لیاقت یکم استراحت را دارم. وقتشه که کار را شروع کنید. پدر سوخته. چجوری کار کنیم؟ بیل بزنیم؟ میگه برو یه سنگ بردار. نه این یه سنگ. آماده کار کردنی؟ خب کارتو بایستی با برداشتن این سنگ و بردنش به اون پشته شروع کنی. برو بریم. حالا خوبه دیالوگاش میتونیم دودونه بزنیم به جلو، آدم میتونه راحت دقیقا بفهمم چی داره میگه. خب چجوری بردارم؟ بریم شاید اونجا باید چجوری بردیم. بریم بردیم بریم بزنیم اینجا. پدر سوخته، فکر کنم از سرپایینه میخوای به اون بگی بریم. لایت لانترن L1 دیپد سمت راست اینو روشن خاموش میکنه. واقعا الان خیلی خوب. گراب R2 The vicinity is quite cluttered. Pray leap. چرت و پرت نگو. بعدم من از نوع عرض دلتونه. بزنش همینجا؟ بپرم؟ آره چی بپرم؟ آره خوب بود. حالا قدم بعدی اینه که چیکار کنم؟ وای اون سر و صدا چی بود؟ بعد نیست ببینیم چه خبره؟ خدا رو شکر دکمه دویدنش دایره است. یه دونه هم میزنه خودش میره. چی بود؟ What's going on?
یه دونه سنگ کن اومده. نه اون لعنتی بیدار شده. حتی اگه جونتون هم ازتون گرفته بشه باید برید بجنگین اونو بکشته. من رو از اینجا بیار بیرون. زود باش. من هم اینجا. یعنی اینجوری چوب جادوی اون افتاد دست ما؟ چه جالب. ما چون جادوگر انتخاب کرده اینجور شده. خب مجیک اینجوری باید مربع رو بزنیم تا بزنیم دیگه. این چیه؟ الیه کنی گردارم مربع. این چیه؟ آتیش! But should the battle turn dire? حالا مثلث چیکار میکنه؟ مثلث درمان میکنه؟ ای وای این چه رفت تو آسمونا؟ Boulders, barrels and the like. خب ببین مربع رو که نگه میدارم چیز میکنه، آتش رو آماده میکنه، بعد پرتاب میکنه. خب یه آبجکت رو با آره دور نگه دار، پرتابش کن با آره یک. خب چی رو بردارم پرتاب کنم؟ مثلا سنگ بردارم. بیا سنگ بهش زدیم. حالا خودش رو بگیر. من سوارت شدم، بریم بالا. آقا فایده نداره، من جادوگرم، جادوگر که فایده نداره بره بود. ما باید دور کار کنیم. بلش کن آره دو بزن، بلش کن آره دو میگیر، آره دو بل میکنه. بار دنبال کارت. صدمه دیدی؟ تا میتونی باید فرار کنی، هرچی نباشه چارجت منتظرته. تو نمیتونی که تا ابد اینجا گیر بیفتی. تو خاطراتت رو از دست دادی. احتمالا این دلیل یک نفرینه، ولی نگران نباش. تو فقط بایستی به سرنوشتت اعتماد کنی ای آریزن. لعنت بهش، اون موجود فرار کرد، منم فرار کردم. آجا برگرد، بری دنبالش سریع. از این طرف آریزن. Come this way. Let us flee. بیا فرار کنیم. تو با هستی بپری. وای نخوانی تو سنگا. اینجوری که من پریدم رفتیم تو سنگا. هیچ کسی نمیتونه از یه پرشی به این بلندی زنده بمونه. ما رفتیم سوار اون شدیم. همونجا بای نسید بهش شلیک کنید. حالا برو روح گم شده. هر چیزی که میتونی از این دنیایی که باید ازش مراقبت کنی یاد بگیر. دراگنز دوگما. من ندارم چه باشه احساس کنم اون بخشش که اجدا میاد قلب ما رو در میاره رو ما اصلا ندیدیم.
داره بزرگی دنیاشو به اون نشون میده. وای چرا میخواد کارش شلیک کنی بهمون؟ برای چی؟ هیداتاکی ایتسونو، هیداکی ایتسونو، همه دوستان هیدئو و هیدئاکو اینا، همه اینا کارگردانای خفن صنعت گیم شدن. چرا؟ اگه رفتم ژاپن زنگ گرفتن بچه‌مو یه هیدی توش می‌ذارم یه کاره میشه احتمالا. الان من نمیدونم چرا من احساس کنم اون بخشی که ما تبدیل میشیم به اریزن و نمیدونم این حرفا، یا اینکه پانمون و اینا، اصلا اونا رو من نساختم، همش ترسم به خاطر اون چیزی که دانلود کرده بودم اونا رو حذف کرده باشه. نکو مثلا این چی هستن؟ خواست از من دور کن ارزن، نگران من نباش. این براینه شاید منو کامل بنوشه ولی من نمیمیرم. یه استون همین نزدیک هست، برو دنبالش. اگه تو با هم عریزم باشی قطعا مسیرمون دوباره به همدیگه میرسه. من پانم اصلا نتونستم بسازم. آیا حالت خوبه؟ چه اتفاق اینجا افتاده؟ چند دقیقه بعد یه گریفینی دیدیم که افتاد پایین، حالا تو هم اینجا وایسادی. یعنی چی؟ چه اتفاقی افتاده؟ تو بودی؟ همونی که سوارش بودی؟ واقعا شگفته که تو زنده موندی. همراه من بیا بریم به قصر تا داستان تو هم بشنویم. بله، اولین مزه آزادی. حالا شما پس ذهنتون باشه دیگه، ما اون دفعه ویدیو ساختیم که شخصت ساختیم، چیز عجیبی نبود، فقط دیدیم که ما یه جنگجوی بودیم داشتیم میجنگیدیم، اجدائه اومد و یه دونه با ناخونش زد قلب ما رو در آورد و ما رو تبدیل کرد به یک اریزن. اریزنی که بایستی سرنوشتش اینه که بره مسیر اجدائه رو دنبال کنه. همین، حالا نمیدونم چرا اینجا نشون نداد، به خاطر اینکه سیو اون چیز شخصیت سازی مونده بود این کارو کرد. آخه شخصیتمو نیورد، فقط انگار اون چیزه رو حذف کرده. شاید هم نه، شروع بازی همینه. حالا ببینیم چیه دیگه. خیلی هم اینم بگم بچه ها، این بازی دنبال داستان توش نباشید. این هم من چیزی که خودم تو ویدیوها دیدم، داستان نیست، گیم پلی و اتفاقای عجب غریبی که میفته توش بیشتر بهش دقت کنید. بگو ببینم، حالا این زندانی که ازش فرار کردی گفتی، من تا حالا اسمش نشنیده بودم، قضیهش چی بوده؟ میگه اینجا ما توی ورموند همچین چیزی نداریم، شاید توی بتال بودی، بتال توی منطقه اونوریه، اونجا شاید زندانی بودی. نه نمیدونم، واقعا نمیدونم. یعنی ما الان صحبت نمیکنیم، اون داره جواب ما رو میده. دیالوگایی که مثلا اینجوری میدونی صحبت میکنه که انگار یه دیالوگی ما بهش گفتیم، اون داره با ما صحبت میکنه. الیکو نگهدار که وپن اسکیل هات فعال بشه. ببین ما یه دونه شلی که اینجوری مربع داریم، اینجوری بزنیم، یه دونه الیکو نگهدار و اسکیل بزن آتیش. ببین آتیشه جمع میشه بعد آماده پرتاب که میشه برو مربع رو میزنی و فرندی فایر که نداره نه؟ به یعنی در واقع اینجوری که من آتیش رو جمعش میکنم الان آماده است. خب بعد مربع رو که بزنم رها میکنه، یعنی یه بار دیگه مربع رو بزنم رهاش میکنه. این از اولین دشمنم که کشتمش. There are oft items to be scavenged from the bodies of monsters. آه، می‌تونی بدن هیولا رو بری لوت کنی.
اینجوری دایره رو بزن، بردار. دایره رو بزن، بردار. کجا داره میری؟ بل نکن برو، وایس های که ما هم صحبت کنیم. خب، الان من وایس ببینم گزینه اوتولوت داره یا نه. خب نه، برای توی بخش کنترلش چه چیزایی داره؟ مثلا اینکه دویدنش یه دونه دایره بزنیم شروع کنه خودش به دویدن، دیگه نخواد بزنیم یا نگه داریم. این یکی وایبریشنش هم میخوایم آن آف کنیم. حالا من میذارم آن باشه یکم دیگه. الان وسط نبرده یه جورایی از دوال سنس استفاده کرده، ولی اوایلش اینجوری ها قدم که میزد بوم 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 اصلا وحشتناک بود. این هم دکمه سلام علیک کردن میتونی نگه داری یا دکمه رو بزنی. ادپتیو تریگر هم آن باشه فعلا، دیگه چیز دیگه رو تغییر نمیدم. آ اینم خوبه، اوتو شیت، یعنی سلاحمون رو خودش اتوماتیک بذاره توی چیزش. و این نکته داره که اینه که وقتی میخواید بدوید اگر سلاحتون توی چیزش باشه سریعتر میدوه. آ دوباره این جادو جمع میشه بعد. نه اصلا نمیخواد مربع بزنید، دستتون رو آر 1 که بردارید خودش میزنه. بذار یه دونه بزنم. آره من واقعا دوست دارم توی دنیای خودم اینجوری زندگی کنم. آه بعضی از لوتاش بیشتر طول میکشه بعد رو باید اینجوری قشنگ بشه. کجا داری میری؟ بابا صبر کنم اینا رو لوت میکنم. گابلین هورن، شاخک گابلین. به اینجوری میتونید بین دویدن و راه رفتن هی چندش کنید. قد ما رو ببین، قد ما رو ببین. با هم من قدم یک کنم ازش دیگه کارش نمیشه که. این همون پدر سوخته بود که بارو با تیر زد. پدر سوخته داشتم با پرواز میکردم. قیافه بود. خوش اومدی اریزن. ما پان ها خیلی وقت منتظر شما اومدن شما بودیم. این چیه؟ پان ها دیگه یعنی چی؟ اونا چرا اینقدر جلوی تو زانو زدن؟ ولی بعدش سب کن ببینم تو اریزن نمیتونی باشی. آه تو دنبال ریفستون هستی. آره میتونیم تو رو ببریم پیشش. بفرمایید از این طرف. در مقابل شما یک ریفستون قرار داره. این یه دروازه یه که ما نیروهای پان به این دنیا وارد میشیم. پان خودت رو بکش به اینجا، چشمات رو ببند و اون کسی که میخوای بهت خدمت کنه رو به اینجا فرا بخوان. خب میتونی یه دونه پان برای خودت درست کنی یا یه دونه انتخاب کنی. انتخاب کنی، من حوصله ساختن ندارم. آه دقیقا کرکتر سازی اینجوری بود اون دفعه که ما داشتیم بازی میکردیم. خودمون دوباره انتخاب کنیم، دوتا یه نفریم. خیلی مسخره. اینا جمعون نیست که من ساختم اون دفعه. بس زنه رو انتخاب کنیم، یه زنم پانمونه. آره زمینم هیچ گاهمش جالب نیست. خدایش بزن مردمونی که این انتخاب کنیم زنمون هم این انتخاب کنیم. آره همین خوبه. حالا وکیشنش رو ولی انتخاب درست انتخاب کنیم. خدایش مثلا برای زنم میتونیم ریش بزنیم؟ منم سواله بایستم. نه دیگه زن چیز فیسیال چیز نهاره، ولی میتونه مثلا چشاش رنگش رو عوض کنه. میگم باز نمیخوام خیلی درگیر این چیزا بشم. مدل مو زنه رو بذار چیزی که خوشم میاد حداقل انتخاب کنم. اینجوری بسن. نه بذار زنه رو حداقل یکم روش کار کنم یه چیزی بشه خوشم بیاد ازش. خیلی جالبه. و حامله نمیخوایم. حاملش کردی همون اول کار. آی نه نه اینجور زایه است. با این درست کن ببینیم. خب بعد چرا اون چیزی که هممون میدونیم و نمیشه تغییر داد؟ چرا چرا میشه؟ خیلی با شکلش هم میتونه عوض کنیم.
خب اینجوری خوبه. بس زنم همینی که باشه. آه نمیخوام. یکم خندیدیم ولی خوشم نمیاد واقعا. صداشو نمیتونیم انتخاب کنیم. چرا نمیتونیم صداشو انتخاب کنیم؟ خودش بس صداشو انتخاب کنه. خب وکیشنش چی باشه؟ حالا زنه تیرکمون زن باشه. آره منطقی. مبارز زن ما نداریم. تیرکمون زن. آره خوش تیپه. اینکلینیشن یعنی چی نمیفهمم. خب این در واقع کاراکتر این پانمون داره انتخاب میکنیم. مهربون باشه، خودشو فدا کنه، هرچی بهش بگیم انجام بده، یه حالت متعادل داشته باشه در محافظت کردن از ما، سریع به کمک همراهانمون بره، آروم باشه، منطقی باشه، استراتژی بچینه و احتیاط کنه، دفاع کردن و جا خالی دادن رو ارجح بدونه، هوشمند باشه، تاکتیکی عمل کنه، اسکل باشه، همه کاری انجام بده، آماده هر چالشی باشه، قلبش تو پاچش باشه، استریت فوروارد باشه. یعنی این هم همونه، یعنی یه کله بره تو صورت دشمن، نه یه آدم آروم منطقی دوست داره باشه. حالا صدا او صدا The people here are evacuated and safe for the moment. صدا نوع چیزشون مشخص میکنه. The people here are evacuated and safe. صدای زنه چه ببین صدا، یعنی کلاس که هاش انتخاب کردیم صداشو مشخص. The people here are evacuated. There are more who can yet be همین طبیعی ترینش همینه بابا. ولی اصلا کلن اس چیزا با شخصاتش من نمیدونم چرا حال نمی کنم اصلا. خیلی هم میگن خیلی چیزه ولی من نمیتونم چیز درستی توش در برم. بذار ببینیم اسمش چی بذاریم. اسمش بذاریم آناهیتا که بتونیم آنا صداش کنیم. آناهیتا یه اسم ایرانی هم براش انتخاب کرده باشه. حالا منکرش بذاریم آناهیتا داریم اینجا. آنا مثلا آنا اگه داشته باشیم خیلی خوب میشه، اگه نداشته باشیم با من مسخره است. آنیس، آنیتا، آنه، آنیا، آنیا مثلا میتونه باشه که مثلا آنه یعنی چی؟ این یعنی آنیه برای خودش. آنیتا، آنیتا میتونه مخفف آناهیتا باشه. آنیتا، آنیتا، آره آنیس یا آنیس آنگمر، انجل، اندی، نه همین آنیتا خوبه به جای مخفف آنیتا. آناهیتا، آنیتا، آنیتا، بیا بریم. بله خدایش این بازه شروعش این شکلی باشه فاجعه است. نومادز فور وی واندر بتوین دیس ورلد اند دی منی اذر ریلمز وذ ویچ وی ار کانکتد. پانها کوچنشین هستن و بین این دنیا و دنیاهای دیگه و اینا ارتباط دارن و این ور اون ور میرن. میدونی چرا میگم؟ برای که اون بخش اجدا خیلی مهمه که ما بفهمیم اریزن یعنی چی. فکر کنم اون هست شده چون غیر منطقی اگه اون نباشه. I am no exception and my experiences in these other worlds will doubtlessly have aided you on your adventure. تجربیات من از دنیاهای دیگه بدون شک به تو در سفرت کمک میکنه. خیلی خوب. It is my privilege to accompany you. و این باعث خوشحالی منه که به عنوان پان وفادار تو با تو همراه بشم و از توانایی هام استفاده کنم که تو رو در این مسیر راهنمایی کنم. خوبه. Well, I'll be. اینجا رو ببین. در جلوی چشمای من یه دونه پان سامنینگ دیدم، یعنی احضار پان. پس واقعا یه اریزنی. عجیبه. من فکر می‌کردم که اریزنا همیشه توی پایتخت هستن. Surely there's only meant to be one arisen. قطعاً فقط باید یه اریزن باشه. این قضیه فراتر از ذهن منه. شاید یه کسی خودش جای اریزن جا زده توی شهر اینا. حالا شاید منظورش اینه. حالا نگهبان ها میدونم باید چی کار کنیم ولی بعد شانسمون زده دیگه. به نظرم سالهای بعدی رو بذاریم برای وقتی که برگردیم. تو آزادی که حالا هر کاری دارید میخواد بکنی. بسیار خوب. چی؟ هیچ حافظه ای نداشتی گفتی؟ چون میخواد دیالوگ ما نداشته باشه اینجوری اصلا چیزش میکنه. خب برو به ملو. اونجا یه جایی بوده که اجدها قبلا زندگی میکرده. برو اونجا شاید یه کارهایی بتونه انجام بدی. اریزن ها معمولا یه ارتباط با اجدها دارن. خب اگه تو اریزنی پس برو به همون ملو. احتمال یه ربط به تو داره دیگه. تو حالا یادت نمیاد چی شد ولی احتمال یه ربط به اونجا داری تو. Border Watch Outpost شمال منطقه.
خب اینجا یه بیسیه، border watch، یعنی مرزبانی. میگه این ریفستون ها به شما که یک اریزن هستید چیز میده، پانهای از دنیاهای دیگر میده و شما در طول سفرتون هی میتونید بید پانهایی که مخصوص اون چیزی که کاری که میخواید انجام بدید رو انجام بدن براتون. پانها لول اپ نمیشن، بنابراین شما در طول ماجراجوییتون مدام باید هی برگردید اینجا و هی اون چیزی که مورد نیازتون رو بردارید. خب الان من به نظرم سلام اریزن، هر چیزی که میخوای رو از من بپرس، اگه بتونم در توانم باشه جوابتو میدم. در رابطه با پانها بهم بگو، اینا چی هن؟ ما معمولا بهمون میگن کوچنشین. ما در دنیاهای دیگه آفریده شدیم و از طریق ریفستون ها به اینجا سفر کردیم تا به تو کمک کنیم اریزن. با این حال من نمیتونم دقیقا طبیعت واقعیمون رو برات توضیح بدم، چون خودم نمیدونم، هیچ خودمون نمیدونیم، نیازی هم نیست بدونیم. ما هرچی بهمون بگن انجام میدیم. در رابطه با ریفستون ها بگو، ریفستون ها دروازه هایی هستن که دنیاهای موازی رو به هم وصل میکنن. با قدرت اینها ما میتونیم از این دنیا عبور کنیم و وقتی ماموریتمون تمام شد با قدرت اونا برمیگردیم به دنیای خودمون. در رابطه با اریزن بگو، این اسمیه که به این افرادی که سرنوشت را انتخاب کردن داده میشه، اونهایی که سرنوشتشون اینه که پانها رو فرماندهی کنن و ما رو دنیا رو در برابر تهدید دراگون اجدا محافظت کنن. خود اجدا ساختتمون که از دوران خودش محافظت کنیم ازش. حتی حالا که خاطراتت از دست رفتن، متاسفانه باید بگم که نمیتونی از سرنوشتت فرار کنی. اون یارو کیه داره میاد اینجا وسط تصویر؟ خب ولی گروه دیگام کن. خب دیگه بسته، بسیار خب. سلام، تو یه پان رو بردی، چه حرکتی زدی که این کار رو تونستی انجام بدی؟ به تو چه؟ خیلی خب، حالا بس ببینیم که من و آنیتا باید بریم چیکار کنیم. داره نقشه رو باز میکنیم. ما بهمون گفته که برو به یه مکانی به اسم مل. آره اینجاست. آره بکن از همین برای که ایستادم باید برم به همون سم. آره اون روشن میشه، نزدیکش که میشیم روشن میشه. اینجا ملت دارن نون درست میکنن، گوشت خورد میکنن. اون مپ اون پایین داره نشون میده دیگه که کجا باید بریم. در خروجی اینجاست. در باز داری میری بیرون؟ به نظر ایده خوبیه، به نظر میرسه درست نیست. بعد نیست که اول بری یکم استراحت کنی، اونجا یه دونه رخت خواب هست که بتونی استراحت کنی. با عجله نرو قبل از که آماده باشی، این از من رو قبول کن. تا شانسش داری استراحت کن، پس عجله نکن. می‌خواست بره اونجا که اینجوری با همون صحبت کنه. خب میگه سیستم اتو سیو بازی اونجوری نیست که کاملا روش حساب باز کنید. بهتون پیشنهاد می‌کنیم که در مسافرخانه‌ها و اینجور جاهایی که جای خوابیدن داره برید بخوابید. تو نقشه می‌دونید رخت خواب داره نشون میده دیگه. ببین اون پایین داره یه رخت خواب به اون نشون میده. هوی ده. سلام. به نظر میرسه خسته اید. بذارید چیزی بگم. تو امشب می‌تونی مفتی اینجا بمونی. ولی از فردا به پول بدی. My pa always used to say. رفیقم همیشه میگفت که هیچ چیزی به خوبی خواب شبانه خوب نمیتونه هر چیزی رو درست کنه. خب میگه استراحت کردن در مسافرخانه ها میتونه جون خودتون و پان هاتون رو افزایش بده. از طرفی میتونید وقتی اونجا میخوابید انتخاب کنید صبح بلند شید یا شب، که بسته به اون ماموریتتون انتخاب کنید. الان رست میکنیم. بله. میگه باید استراحت کنیم با اینکه آفتاب هنوز تو آسمون است. اوکی 700 تا بهمون داد. لول آنیتا هم رفت بالا. خب این گفت که نمیره بالا. خب هر لولی هم که میره بالا یه چیزاییمون میره بالا، مثلا هلتمون میره بالا و این چیزا. خب حالا برو به سمت میل. این چیه؟ روغن لانترن یا همین یارو مشعله چیه؟ مشعله مونم با نگه داشتن L1 بود بکنم. آره با نگه داشتن L1. خب این یه پانه، میخواد با همون بیاد همراه همون بشه. این یکی رو میتونیم به صورت رایگان انتخابش کنیم. اینو هم کپکام ساختتش.
یه دونه تیفه. تیف یه کلاسی که من توی ویدیوهایی که دیدم از سر کله دشمن میره بالا و چاقو میزنه. اینجوری میتونید بزنید جزئیاتش کامل ببینید. آره بیا. Let us work together to honor the arisen's trust. بیا فقط من یه لباس نیازم. یه قیافه بدم میاد با این قیافه. بسیار بکنم این یارو فروشنده است. Have a gander at my wares. یه نگاهی به تجهیزات هم انداز. بای. خب لانترن اویل نمیخوام. لانترن دارم. 800 تا دونه پول من بیشتر ندارم الان. این کمپ کیت حلقه است. هیچ کمش لباس نمیفروشه. فعلا اینا رو ول کن. شاید بعد هم شاید همینجوری بریم. خب استراتمون رو کریم. شاید لباس خیلی مهم نباشه توی بازیش. این که این یه کسیه که معجون میفروشه توی اون نقشه. بای کنیم ببینیم چی داره. شمشیر میفروشه. ما که کلاسمون به اون نمیخوره. وودن استف میتونیم ازش بخریم. چه فرق میکنه با اون چیزی که خودم دارم؟ مثل که فرق نمیکنه سلاحا. تو مثلا یه دونه چوب دستی فقط میخری. نگاه کن. حتی چرا لباسا دفنس و این چیزا داره ولی بذار ببینم لباس مخصوص جادوگری پیدا کنم بدونه. ببین اونایشون که یه دونه مربع قرمز زیرش زده اون مال کلاس ما نیست. میبینی اونجا نوشته فایتر و تیرانداز و دزد و اون یکی میتونه اینا رو بخره. هر لباس مخصوص یه کلاسی ولی اگه مثلا اینو بخریم دفنسمون 49 میشه، ماجیکمون میشه 77. ماجیک دفنسمون دفاعمون در برابر اون چیزا. حالا بذار یه لباس بدون بخریم. اکوپش کن. قیافه همون درست شه ولی الان دیگه پولی برامون نمون. آره ممنونم. شاید بتونیم یه اون چیزایی که از اون جونو برا جمع کردیم و بهش بپوشیم. من سیپ 17 تاست. اینا رو میتونیم بفروشیم بهشون. این لباس مزخرفه که تنم بوده بفروش. مثلا شاخ گابلین هر یه دونه 60 تاست یا هر دوتایش. آره بفروشیم پول میتونیم در بریم. بعد بیان اینا رو آدم اگه بدونه بعد انگیزه پیدا میکنه که تو خود بازی یه سری کارا رو انجام بده. ای بابا ولمون کنید. نمیخوام دیگه ولمون کنید. نمیخوام. پولیه دیگه. پولی نمیخوام. برو برو همون دختره که برش داشتم میبینید. هانهای عزیزم. بذار یه بارم بریم پیش اونجا ببینیم چیه قضیهش. این یه دونه میز داره توی نقشه نشون میده. همه چیزا مون کمه. از تدارکات تا چیزای کرافتینگ تا اسلحه و اینو چیزا. واه با این همه هیولاهایی که اینجا توی جاده هستن سخت میتونیم تجهیزات به دست بیاریم. من مارکوس فرستاده بودم که یه چیزایی برامون جمع کنه ولی خب اون نتونسته چیزا رو برگردونه. نظرت چیه؟ چه کاری برام انجام بدی؟ پول خوبم بهت میدم. باشه. خوشحالم که اینو شنیدم. بیا اینا رو بگیر و ببر اینا رو بده به مارکوس تا برامون چیزا رو بیاری. اون باید یه جایی تو شمال اینجا باشه. ببین سیستم کوستینگش بچه ها اینجوریه. یه آدمی که با اتون صحبت میکنه قرار نیست همه رو قبول کنید. اون چیزی که به نظرتون جالبه رو انجام بدید. الان مثلا یه دونه اوپریم شمال رو بذار قبول کنیم. این نوشته رو بهش بده تا بقیه تجهیزات رو بده که بتونی برامون برش گردونی. خب میگه شما مأموریت‌های مختلفی رو به دست میارید که میتونید اونا رو اولویت بندیشون رو انتخاب کنید که کدومش رو پرایوریتی کنه. مکان اون کوستی که مثلا بهتون میده باستی اگه بلدش باشید، یعنی قبلا رفته باشید اونجا، رو نقشتون نمایان میشه. اگه نداشته باشه اون پاناتون بهتون میتونن کمک کنن، البته اگه تواناییش داشته باشن که بهتون کمک کنن. الان مثلا آقا گفته این مواد تدارکات برو بده به is the arisen we serve here. خب من فقط aware of that. خب ببینم این میزه چیه قضیهش. این پیکاپش کنم چی میشه؟ خب اینا رو زدیم. خب ببین استارتو که میزنی تو میتونی بیای اینجا تو بخش کوست ها. این الان یه کوست اصلی که ما داریم. میتونیم بیایم مربع بزنیم اونو بکنیم پرایوریتی خودمون، یعنی اون یکی. وقتی بکنیدش پرایوریتی حالا اینا بهمون میگن که برو چی کار کن. We ought to make the delivery now lest it should end up lost or misplaced. میگه اون چیزایی که پیدا کرده برو تحویل بده. بریم ببینیم چیه قضیه دیگه. الان از این مکن نمیتونم برم، اینجا که بسته است. Follow me. بیا ببینم تو بلدی کجا ببریم. بذار باش صحبت کنم. وایسا ببینم.
خب دیپد جلو رو که بزنیم میگه من تو رو میرسونم به اونجایی که میخوای بری. خیلی خوب، چون انتخاب کردم کوستو، ببین بعد کوستو انتخاب کنید. چرا پاهمون داره تو شلوارمون میزنه بیرون؟ اوکی دویدن رو بزنید ببین استامینا اون پایینه، اون زرد خط پایینه استامیناست داره خالی میشه، حواستون باشه. اینا رو همیشه بردارید، چیزایی که تو محیط میبینید. Different combinations of materials result in different creations. یه مواد مختلفی که تو محیط پیدا میکنی نتایج مختلفی میدن. پس یاد گرفتیم که یک کوئست رو که انتخاب بکنیم، دیپد بالا رو میزنیم، اگر این پانهای ما بلد باشن میتونن پیداش کنن. اینجا جای خوبی برای اون چیزایی که میخوایم جمع کنیم. آکو رسیدیم. اینی با حرف صحبت میکنن. آکو من نفهمیدم چی رو باید جمع کنم. این مارکوسه، همونی که دنبالش بودیم بعد برایش میرفتیم چیز میز میابردیم. چیزی نیاز داشتی؟ بله، این کاغذ رو برات آوردیم که تو اون دوستت ما رو فرستاده. سر جفری این رو داده؟ از یه نگاهش کنم اینم چیه؟ فای اینا رو هم میخواد. فکر کردم کارم تموم شده. چرا باید همه اینا رو خودم تنهایی انجام بدم؟ من کلی کار چیز رو سرم ریخته و کلی چیز جمع کردم خودم، ولی دستای تو آزاده، تو میتونی به جای من این لیست رو جمع کنی. عجله کن، من دوست دارم زودتر برگردم به کمپ. برو، خواهید که میدونی باید چیکار کنی. خب میگه شما میتونید کرافتینگ هم انجام بدید، میتونید یه سری موادی رو با هم ترکیب کنید و یه نتایجی رو به دست بیارید. وقتی نتیجه رو یک بار به دست بیارید شما چیز میکنید دیگه، میتونید اونو فقط بزنید روش و خودش بسازدش، نخواهید هر بار چیزا رو با هم ترکیب کنید. خب حالا من چیکار کنم؟ این چیز اینجاست، توی نقشه‌ام داره یه چیز نشون میده. The items on this list can be crafted by combining certain materials and I happen to know where they can be found. خب میگه من میدونم اونا کجا. بیا داره بهم میگه بیا دنبالم، میگه بیا دنبالم تا بهت بگم. آره برو. خیلی ها با این سیستم خیلی ها رو گیج میکنه بدون شک. اصلا شاید خیلی نفهمم بعد این کار رو بکنم، چون توضیح خاصی ندارد. بکنم همین گیاه باشه دیگه، یا خودم پیداشون کردم. انگور بچینیم. پسر یه درخت انگوره، واقعا درخت انگوره، چه جواله. همه رو چی دارم دیگه؟ به هی داره پیدا میکنه برامون، هی داره برامون پیدا میکنه. نمیشه بهتون میگم شما جمع کنید؟ خیلی حرف میزنه. برو راه رو نشون بده ببینم چیکار میکنی. خب ببین دیپدی که زدم دوباره دیگه اون راهنمایی نمیکنه. ادا دیپد بالا رو بزنم اون راهنمایی میکنه. راهنمایی کن ببینم. خب من همینجوری اینجا رو گشتم و یه چیزایی پیدا کردم دیگه، ببینم راهنمایی کرده اون. حالا بعد بریم اینا رو با یه سیستم مثلا رزیدنت ایول کامباین اینا کن، این منوی رزیدنت ایول کامباین مثلا این با اون، بعد مثلا از اونها به اون بده. بیا اینو کامباین از اونها بده. خب این انجام شد. حالا چیکار کنم؟ بیام به این بگم که اینا رو ساختم. پس شد یه مش میوه و اون چیزا که پیدا میکنیم نیاز نیست چیز خاصی، چون اصلا نشون نمیده که چی باید پیدا کنیم. میوه و اون چیزا که پیدا میکنیم اون بهمون پوشن میده. حالا بهتون نشون میدم، عکسش هم نشون میده. بیا چند تا میخوای؟ یه دونه میخواست، من 10 طرفم ساختم برات. بذار این یه دونه، بیا اینم یه دونه دیگه، دو تا می‌خواست دلیبر. Haven't you anything for me yet? Well, you best get to it then. آوردم دیگه، چی میگی؟ How goes it? Have you gathered everything on the list yet? آه بعد اینا رو هم بهش بدیم. ببین بعد مثلا نگاه کن، این گوشت میخواد و میوه. یه گوشت یه دونه میوه بهش بده، اینم بهش بده.
یا گوشت یا میوه میخواست، دادم بهش. این از شکلش میتونه بفهمه دیگه، نمیشه انگور یا گوشت، اونم یه گوشته که اینجوری استخوناش از توش بیرون. اینم بعد با کامباین کردن به دست میبرین، ترکیب کردم. بسیار خوب، میدونستم این بود میتونم حساب کنم. اینم برای دردسر که کشیدی. حالا من دیگه برمیگردم به کمپمون، اونم منتظرمم. یه دونه واکینگ پاودر بهمون داد، بعدم بعد نگاه کنم چیه. خب باز کن آیتم واکینگ پاودر چیه؟ این لنترن بدن شما رو تحریک میکنه و باعث میشه که اگر مثلا یه کسی خوابتون کرده باشه یا خواب آور بهتون زده باشه، خودتون خوابتون بیاد، خواب از بین بره. خیلی خب، این کارو انجام دادیم. حالا ببین، میایم تو بخش آیتم، اون چیزایی که میشه با هم دیگه کامبانش، یه مربع نوشته بزن، اونایی که میشه کامباینشون کرد داره بهمون نشون میده، میگه اینو میتونی با این کامباین کنی یه چیزی به دست بیاد. چی به دست بیاد؟ یه دونه تیر آتش زا مثلا اینجا شد. خب و چیزای دیگه است دیگه، همه چیزا هست. چجوری میتونیم بریم نگاه کنیم؟ الان هیچی رو نمیتونم با هم کامباین کنم. وقتی مربع رو میزنم میگه آیتمات کامل نیست که بتونی اینا رو با چیزی تکمیل کنی. کم کم، اصلا عجله نکنید که بخواید بفهمید چی به چیه. حالا که آیتما رو درست کردیم، بعد نیست که بریم پیش جفری. ببین هی با دستش نشون میده که بیا دنبالم، داره راهنماییمون میکنه. خیلی نمیخواد درگیر شید که همه حرفایی که میزنن چیه، بیشتر یه دارم که بیا این ور بریم، بیا اون ور بریم. آه استامینا هم که تمام شده اینجوری میشه. صدا دسته میاد، چه صدایی بود؟ چه عجیب غریبی بود. در رو باز کن بریم. اینجا استامینا مصرف نمی کنه. خب پس ما الان اینجا یه نمونه ماموریت رفتیم. مرسی که اون لیست مارکوس رو برام آوردی. شنیدم حتی بهش کمک کردی یه سری تجهیزات جمع کنه. امیدوارم درسر زیاد نکشی باشی. برحال تو کمک خوبی بودی، امیدوارم که بتونم دوباره روی کمک کردنت حساب کنم. 400 تا اکس بهمون داد، 900 تا پول داد. حالا اینه که انجام دادیم، میخوام بیام اینجا یکم تجهیزات جدیدتر بخرم. خب زیر این ردامون میتونیم یه شلوار هم بپوشیم که کفش با اون باشه دیگه. برای کلاس ما اینو میتونیم، پیلگریم و اینا. اون یکی المنتال رزیستنس هم بهمون نگاه کن، این اون پایین المنتال رزیستنس، یعنی در برابر یخ و باد اینا نمیتونه دفاعی بهمون بده، ولی این اونا رو هم میده. بس من اینو میخرم. خریم اکویپش میکنیم. I find goods for sale. Always a pleasure. حالا آماده شدیم. از این طرف بیایم اینجا توی بخش کوست. ما اینجا باید بریم پرایوریتی کنیم، پرایوریتی رو انتخاب کنیم که اینو می‌خوایم. حتی خودش اتوماتیک میره روی اون، معمولا میره روی اون اصلی کاریه. حالا دیگه می‌خوایم بریم بیرون. سلام، تو سربازی؟ می‌بینم که سالم رسیدی، برام جالبه. کلی هیولا توی این منطقه است، اگه متوجه باشی. ما باید نیروهای جدید بفرستیم اونا رو بکشن. واقعا؟ کی رفته اونجا؟ لاکلان. ولی من میگم اون حالش خوبه. آره، منم معتقدم که اون حالش خوبه. کی دیگه، کیا دیگه فرستادی اونجا؟ آکاردو هم فرستادیم. راستش رو بگم نگران آکاردو هستم. چی؟ مگه یه سری گزارش های نمیده بود که یه سری هارپی تو اون منطقه هستن؟ اون که نمیتونه تنهایی باشون رو بشه. این اولین باری که من میشتم، من از کجا باید بدونستم؟ باشه من ببرم کمکش کنم، ولی من که نمیتونم این کار رو انجام بده. الان داره یه ماموریت بهمون میده. You seem stout of heart. مرد بزرگ، تو به نظر مثل قلب بزرگی داری و میتونی به ما کمک کنی. تو میتونی به جای ما بری؟ خیلی دور نیست، همین نزدیک دروازه همینجاست. بله. You've my thanks. And I can't. این الان داره به ماموریتایی که تو راه میخواد برام اتفاق بیفته هدف میده. خب حالا یه نکته وجود داره، اینکه بعضی از کوئستا توی این بازی هستن که بر اساس زمان کار میکنن، یعنی دنیای این بازی زمانش داره میره جلو. حواست باشه که اگه انجام، یعنی مهم نیست که تو داری چی کار میکنی، ارایزن جزء اون کوست باشه یا نباشه، این میره جلو. یعنی الان نریم کمک کنیم به یارو کشته میشه، منظور اینه و عواقب داره. خب بریم با سرعت به آکاردو کمک کنیم. خب
خب وارد دنیای بازی شده. One should think we'll be able to counter whatever comes our way. We must each of us hone our skills. کمک کن. Jack of all trades is a master of none. جهت درست نشون بده ببینم. این نقشه‌مون الان تازه کم کم باز میشه. خب اونا چیه؟ وای دارن به ملت حمله میکنن. این که آکاردوه؟ خب حالا میخواد سیستم فرمان دادن به پانها رو به اون یاد بده. ببین پایین سمت چپ نوشته Go, wait, help to me. برو کمک کن، صبر کن، بیا پیشم. هر کدوم از اینا چی کار میکنه؟ بستگی میگه خودتون بعد امتحان کنین در طول چیز که ببینین رفتارشون چیه. ولی به طور کلی Go یا برو به اون پان شما دستور میده که جدای از اریزن خودش کار خودش انجام بده. در طول نبرد این یعنی دستور بهش بده که بره تو سینه دشمن و این همچنین میتونه استفاده بشه توی جایی که دارین جستجو میکنید که بهتون کمک کنه. مثلا میخواید بهتون راهنمایی کنه، گو رو میزنید، شروع میکنه به میگه اوکی بعد بریم مثلا میوار اینجا پیدا کنی، اون آیتم رو که دنبالش پیدا کنی. چون ببین این بازی حادش هم حتی نشون نمیده که چند تا آیتم بعد پیدا کنی، تا اینجا که نشون نده. پس این گوه بهتون کمک کنه چیکار کنید. از طرفی مثلا داشته بهتون راهنمایی میکرده، شما میخوای بگی حالا فعلا راهنمایی نکن، میتونی بزنی ویت که وایس فعلا کاری نکنه. ولی اگه میخوای دوباره راهنماییش از سر بگیری، گو رو میزنی که بهتون راهنمایی کنه. تومی یعنی بیاین پیش من که دیپد پایین باشه، یعنی به پانها دستور بدی همه بیان سمت اریزن وایسن، در طول نبرد اونا میان در کنار شما شروع میکنن به نبرد کردن. مثلا من اگه تیرکمون زن و چه میدونم جادوگرش، بهتره که اونا بغل دستم باشن دیگه. این یه مدلشه. حالا ویت یا صبر کنید به اون پانهاتون دستور میده که هر کاری دارن میکنن استاپش کنن، بیان تمرکزشون بزنن روی این که به شما کمک کنن، یعنی بهتون شما افتادین زمین شما رو هیل کنن و اینا. هلپ بزنید دیگه کلا میشن ساپورت، بیان درمانتون کنن، ریکاورتون کنن. خب بیاید به من، بیاید پیش من از دور میخوایم بجنگیم. اول یه دونه دفاعی میزنم با مثلث، کلاس من اینه دیگه. اینا بیان توی این وایسن، حالا ببینیم اینا چی انقدرشون. ببین من نیاز نیستشون رو بگیرم، من فقط مربع رو میزنم، خود این جادو ها در این سمتشون. ببین نگاه کن بغلم وایسن، چون دو جفتشون تیر کمون زنم. ولی حالا میخوام این بره جلو. گو میپد جلو، عرف جلو، چون یه مبارزه. زدیم قدش. Is that all of them? همه‌شون رو کشتیم. اینا آکاردوه. یوافشو. You have my thanks. ازت ممنونم. I do not believe for a moment I could have. انتظار نداشتم که بتونم بدون کمک شما اونا رو بکشم. I've only just enlisted. من تازه عضو ارتش شدم و فکر می‌کردم امروز روز آخرمه و کارم تمومه. کپ کرده بودم. این دفعه تو نجاتم دادی. ولی من همیشه اینقدر شانس نخواهم داشت که نجات پیدا کنم. بعد سخت‌تر فعالیت کنم. تا زمانی که بتونم با این جونورای خودم روبرو بشم. خب من بهتر دیگه برگردم. ولی قطعاً به رؤسام میگم که تو به من کمک کردی. امیدوارم بعداً دوباره هم دیگر ببینیم. چیزی به اون بده. بذار برگردیم بریم بهش بگیم که این کارو کردیم. خب رسیدیم. اینجور جا رو یه مقدار ادیت میکنم ولی بقیه رو ادیت نمیکنم. ممنون که با آکاردو کمک کردی. باعث خوشحالیمون بود که برگشت و حالا ببینیم چی به اون میده. یکم زود بود برش که فرسمش بره تو نبرد. آره این برامون روشن شد. بایستی تمریناتش رو بیشتر کنیم و معلم هایی که اینجا هستن معروفن که با شلاق به سربازاشون یاد بدن که چجوری باید بجنگن. Speaking of training regime. حالا که بحث تمرین شد، we could use someone with your experience. بعد از که یه آدمی بس تو به ما بپیونده. کیو داره میگه؟ ما رو میگه یا اونو میگه؟ 1000 تا پول بهمون داد. دوباره اونم رفت بالا. وقت لبرتون مینه بالا، هلت و استامینا و ماکسیمم چیزایی که میتونیم حل کنیم مینه بالا. خیلی خوب، این از قسمت اول که مکانیک های مختلف رو یاد گرفتیم، چجوری به پانهامون دستور بدیم. دیدی بچه متفاوته، ولی من چون ذهنم براش بازه دارم بهش فرصت میدم. یعنی انتظار ندارم که همه چیز آماده جلوم باشه که بدو هم بزنم بریم ماموریت بعدی کجاست بریم فست ترافل کنیم. اینجوری نیست بازش، باید صبر و حوصله داشته باشید. ولی اتفاقی داره میفته در واقع اینه که
به من داره این حس رو میده که من اینجام، من بایستی نقش آفرینی کنم. الان مثلا این یارو رو نجاتش دادیم، خب برگشتیم پولمون رو گرفتیم، آروم آروم با هم دیگه میریم جلو. تو قسمت بعدی میریم به ملو، اونجایی که یه اجدها دیده شده و ما به عنوان یه اریزن که حافظه‌مون رو از دست دادیم میخوایم برگردیم ببینیم اونجا ببینیم اطلاعاتی میتونیم به دست بیاریم یا نه. مرسی که ما بودید. تا قسمت بعدی دراگنز دوگما، خدافظ.